بچه های خوب دوازدهم سلام، وقتتون به خیر باشه. در خدمت شما هستیم با حل یه سری تمرین از فصل دینامیک، فصل دوی فیزیک دوازدهم. خب بریم سراغ مسئله اول. در شکل مقابل موی اس مساوی نیم و موی کا مساوی 2/2 است، یعنی ضریب اصطکاک ایستایی و ضریب اصطکاک جنبشی. نیروی اصطکاک را حساب کنید. بچه های خوب من، هر وقت به شما هر دو ضریب رو میده و شما نمیدونین جسم حرکت میکنه یا نه، بهترین راه اینه که بیاین نیروی اصطکاک در آستانه حرکت رو حساب بکنید. اون یک معیار برای تشخیص. پس من میام با توجه به اینکه نیرویی که وارد میشه زاویه داره، نیرو رو تجزیه میکنم. میگم این نیروی اف 100 نیوتنی یه مؤلفه رو به بالا داره به نام اف ایگرگ و یه مؤلفه رو به جلو داره اف ایکس. اف ایکس میشه اف کوسینوس 60 درجه. 100 ضرب در کوسینوس 60 درجه 1/2 میشه 50 نیوتن. اف ایگرگ هم میشه اف سینوس 60 درجه. مقابل دیگه نگاه کنید. خب سینوس 60 درجه هم تو صورت مسئله به شما داده 8/10. پس 100 ضرب در 8/10 میشه 80 نیوتن. نیروهای دیگر رو هم نشون میدیم. یه نیروی عمودی تکیه‌گاه به نام ان رو به بالا داریم و یه ام جی رو به پایین. پس میگم نگاه میکنیم، میگیم که ان ما باید مساوی باشه با ام جی منهای اف ایگرگ. ام جی منهای اف ایگرگ. پس از اینجا میتونم بگم ان مساوی است با ام جی هست 10 ضرب در 10 صد، 10 کیلوگرم بوده، منهای اف ایگرگ که 80 میشه 20 نیوتن. حالا میام اف اس ماکس رو حساب میکنم، یعنی اگر این جسم در آستانه حرکت فقط قرار بگیره این مقدار نیروی اصطکاک ایستایی داره. موی اس هست، نگاه کنید، نیم ضرب در 20 میشه 10 نیوتن. درسته؟ خب اف ایکس شما چنده؟ اف ایکس شما هست 50. پس شما با 50 نیوتن میتونید حریف این 10 نیوتن بشید. یعنی میای میگی که چون اف ایکس که نیرو محرکه بیشتر از اف اس ماکس، پس جسم حرکت میکنه. وقتی هم که حرکت میکنه چی داره بچه ها؟ اف کا داره. اف کا هست موی کا ان. موی کا 2/10 ضرب در 20 میشه 4 نیوتن. خب این از حل مسئله اول. پس حواسمون باشه هر وقت نمیدونیم جسم ساکنه یا متحرکه، میایم از نیروی اصطکاک ایستایی در آستانه حرکت استفاده میکنیم. اگر نیروی محرک من از این نیروی اصطکاک آستانه بیشتر باشه، حرکت اتفاق میفته. اگه کمتر باشه، جسم ساکن میمونه. خب اما بریم سراغ سوال دوم. میگه در شکل مقابل ضریب اصطکاک جنبشی 1/10 است. اگر شتاب حرکت 5 متر بر مجذور ثانیه باشد، تغییر طول فنر رو حساب کنید. خب پس ما یه اصطکاک جنبشی اینجا داریم. پس نیروی که فنر داره وارد میکنه منهای نیروی اصطکاک جنبشی مساوی است با ام آ. بچه ها اینو برای اینکه به خاطر بسپارید، انگار میگین نیرو محرک منهای نیرو مقاوم، حالا اینجا دو تا نیرو هم ممکنه چند تا باشن، مساوی است با شتابی که در جسم آ در جسم ام ایجاد میشه. ام آ اف ای رو بنویسم کا دلتا ام یا کا دلتا ایکس منهای موی کا ان مساوی است با ام آ. کا رو از روی شکل به من داده 100 نیوتن بر متر، تبدیل واحد ندارم. منهای موی کار رو داده 1/10. اینم که با ام جی برابره بچه ها، ام جی هم که از 40 4 کیلو ضرب در جی 10، خب میشه 4 تا 5 تا، این میشه 4، اینم میشه 20. دلتا ال میشه 24 صدم متر یا 24 سانتی متر. این تغییر طول فنره در حین حرکت با شتاب 5 متر بر مجذور ثانیه. خب امیدوارم که این مسئله رو هم درک کرده باشید.
بریم سراغ مسئله سوم. در شکل مقابل ضریب اصطکاک ایستایی 14 است و جسم ساکن می باشد. نیروی اصطکاک جسم با دیوار را حساب کنید. بچه ها، این جزء مسئله های بسیار مهمه، خیلی خیلی مهمه بچه ها، حواستون به این مسئله باشه. من اول میام نیروها رو نشون میدم، میگم یه نیروی وزنی دارم رو به پایین، یه نیروی اصطکاکی دارم. حالا من نمیدونم این اصطکاک ایستایی یا جنبشی، چون تو صورت مسئله گفته جسم ساکن است پس حتما ایستاییه. حالا ببینم در آستانه حرکت هست یا نیست، پس میام نیروی عمودی تکیه‌گاه رو مشخص میکنم. این نیروی عمودی این تکیه‌گاه مورد نظر ماست. این اینجا با F برابره 80 نیوتونه بچه ها. و من میتونم بگم نگاه کنید، FS ماکس میشه موی SN، یعنی 14 رو ضرب در 80 بکنم میشه 32 نیوتون. خوب به من توجه کنید، اینجا MG در خلاف جهت اصطکاکه، یعنی همواره FS منهای MG باید مساوی باشه با MA، یا بالعکس، این اگه حرکت رو به بالا باشه حرکت رو به پایین باشه. این که اصلا صفره چی؟ اینجا اگر F می نوشتم شاید بهتر بود. پس اینجا میتونم بگم FS با MG برابره. FS من میشه 20 نیوتون. چون کمتر از آستانه حرکت بود نتونست حرکت بکنه و در هر لحظه نیروی اصطکاک با وزن جسم برابر. حالا اینجا ممکنه چند تا سوال مطرح بکنن. اگر ما F رو زیاد کنیم چه تأثیر روی FS و N میذاره؟ میگیم با افزایش F N زیاد میشه. هیچ ربطی به نیروی اصطکاک نداره اینجا. این نیروی اصطکاک با MG برابره. فقط این دوتا با هم در ارتباطن. پس مادامی که جسم ساکنه، افزایش F هیچ تأثیر تو نیروی اصطکاک نداره. افزایش F باعث افزایش N میشه و باعث افزایش FS ماکسیموم. یعنی اگر من قرار باشه جسم رو حرکت بدم باید نیرو بیشتری از پایین بهش وارد بشه. مسئله بسیار مهم و تحلیلیه. اما میخوایم بریم سراغ مسئله چهارم. در شکل مقابل موی کا مساوی 0.2 است و جسم رو به بالا حرکت میکند. بچه ها این موضوع خیلی مهمه، حرکت جسم رو به بالا. شتاب حرکت رو محاسبه کنید. من میام نیروها رو نشون میدم بچه ها. یه ام جی رو به پایین دارم، یه ان دارم. خب اصطکاکم دارم دیگه، چون گفته حرکت میکنه اصطکاک حرکتی. اصطکاک حرکتی به کدوم سمته؟ چون حرکت رو به بالاه اصطکاک حرکتی رو به پایین خواهد بود، خلاف جهت حرکته. پس من میتونم بگم که اولین کاری که میکنم اف کا رو حساب میکنم، موی کا ان، درسته؟ اینم که با اف یک برابره، یعنی موی کا اف یک. موی کا 0.2 ضرب در 80 میشه 16 نیوتون. اینو نگه میدارم. حالا میام برایند نویسی میکنم، میگم اف دو رو به بالاه، خب منهای ام جی و اف کا جهتشون رو به پایینه، پس ام جی با افکا با هم جمع میشن مساوی ام آ. بچه ها در راستای حرکت دیگه هیچ نیروی دیگری وجود نداره، پس 60 منهای ام جی مون هست 14 تا 40 تا به علاوه 16 مساوی است با 4 آ. 60 منهای 40 و این میشه 56 مساوی 4 آ. 4 مساوی با 4 آ، آ میشه 1 متر بر مجذور ثانیه. پس حواسمون باشه بچه ها، تو مسئله ها جهت حرکت رو که میده جهت نیروی اصطکاک خلاف جهت حرکت، رو به پایین بود با ام جی جمع میشد. این دوتا انگار شدن نیرویی که مقابل حرکت با نیروی افتو میستن. پس حواسمون جمع باشه بچه های خوب من. بریم سراغ مسئله شماره 5. خب
ببینیم مسئله 5 چی میگه بچه ها. در شکل روبرو جسمی به جرم 2 کیلوگرم توسط فنر سبکی با سرعت ثابت کشیده میشود. بچه های من، سرعت ثابت یعنی شتاب صفره. اگر نیرویی که توسط سطح افقی به جسم وارد میشود 25 نیوتن باشد، افزایش طول فنر چقدره؟ سطح افقی نیرویی که وارد میکنه برایند استکاک هست و این. درسته بچه ها؟ خب اینجا خوب ملاحظه بفرمایید بچه ها، اینجا نگاه کنید n با mg برابره، چون گفت با سرعت ثابت، اینجا ما یه افکایی خواهیم داشت. پس من میام این افکا رو از این رابطه به دست میارم، میگم 25 به توان 2 مساوی است با افکا به توان 2، n هم که اینجا با mg برابره، n میشه mg میشه 20 نیوتن. خب اینجا قرار میدیم به علاوه 20 به توان 2، 25 به توان 2 منهای 20 به توان 2 میشه 225، پس افکا میشه 15 نیوتن. خب حالا با توجه به این که به شما گفت سرعت ثابته، یعنی نیرویی که از طرف فنر وارد میشه منهای افکا مساوی ام ها، این صفر، پس میتونیم نتیجه بگیریم که کا دلتا ال مساوی است با افکا. کارو به شما داده 60 ضرب در دلتا ال مساوی 15، دلتا ال میشه 15 شستم، 1/4 متر یا همون 25 سانتی متر. خب این از این مسئله. حواسمون باشه هر وقت میگن نیرویی که توسط سطح وارد میشه، یعنی نیروی واکنش سطح، یعنی برایند دو نیروی عمودی تکیه‌گاه و استکاک. اما بریم سراغ مسئله ششم. جسمی به جرم 5 کیلوگرم بالای سطح شیبداری قرار داره، با سرعت ثابت میاد پایین. وقتی میگه سرعت ثابته یعنی شتاب صفر بچه ها. اگه این زاویه 53 درجه باشه، نیرویی که از طرف سطح بر جسم وارد میشه چقدره؟ بچه های خوب من، تو این مسئله نه استکاکی داده، هیچی هم به شما نداده، ولی یه راهنمایی کرده. وقتی میگه سرعت ثابته یعنی شتاب صفره، یعنی اینجا این نیروی W با نیروی R که حاصل افکا و نیروی عمودی تکیه گاهه با هم باید برابر باشن تا شتاب بشه صفر. پس R مساوی است با W، پس R میشه mg میشه 50 نیوتن. تمام؟ وگرنه سرعتش ثابت نمیمونه بچه ها. اما بریم سراغ سوال هفتم. معادله حرکت جسمی در SI به صورت x مساوی است با mt دو منهای 10t است. m را حساب کنیم. همه شما از فصل 1 یادتونه معادله حرکت بود 1/2 AT2 به علاوه 20FT به علاوه X3. حالا ما اینجا میتونیم بگیم آقا M هست 1/2 شتاب. حالا شتاب چجوری به دست بیارم؟ نگاه میکنم به شکل مسئله. نیروی محرک من 8 نیوتونه. خودش نیرو محرک رو داده، نیروی مقاوم ما باید تشخیص بدیم. نیروی استکاک نگاه کن، اینجا افکا. خب افکا هست موی کائن، چون در راستای قائن فقط ان و ام جی هستن. نشون بدیم بچه ها، نگاه کنیم این ام جیه، اینم انه. پس میتونیم ادعا بکنیم 2/10 ضرب در 20 میشه 4 نیوتن. از طرف دیگه اف منهای افکا مساوی ام آ. بچه های خوب من، 8 نگاه کنید تو صورت مسئله به همون داده، 8 منهای 4 مساوی است با 2 تا آ. 4 مساوی 2 آ، آ میشه 2 متر بر مجذور ثانیه. خب این رابطه 1ه. میگیم آ را در 1 قرار میدهیم. آ را در 1 قرار دهیم یعنی ام میشه 1/2 ضرب در 2، ام میشه 1. ام به دست اومد بچه‌ها. خب
سوال آخر. در شکل روبرو جرم جسم 200 گرم است و جسم ساکن می باشد. حواسمون باشه بچه ها، جسم ساکنه. اگر به ازای F مساوی 10 جسم در آستانه حرکت رو به پایین قرار بگیرد، ضریب استکاک ایستایی جسم و دیوار چقدره؟ اگر حرکت رو به پایین باشه، FS ماکس من یا FS من رو به بالاه، MG رو به پایینه. اینجا نیروها رو نشون میدم، N با F برابره، پس میگیم N میشه با F برابر 10 نیوتن. پس میگم FS ماکس اینجا باید با MG برابر باشه تا جسم در آستانه حرکت قرار بگیره. خب از طرفی این FS ماکس هست موی SN مساوی MG. N هم که اینجا با چی برابره؟ با F برابره. پس موی S ضرب در 10 مساوی است با 200 گرم ضرب در 10، 2/10 کیلوگرم ضرب در 10. خب از اینجا موی S به دست میاد 2/10. درسته بچه ها؟ خب امیدوارم که از حل این مسئله ها لذت برده باشید. در پناه خداوند متعال باشید.